ما 4 سال پیش نهالا رو آوردیم داخل زمین، شروع به کاشت کردیم تا سال گذشته که به بار نشست. اون وقت ما فهمیدیم که این میوه اون میوه‌ای نبودی که ما می‌خواستیم. داستان آقای قره‌سفلی و باغش حکایت ناخوشایند خیلی از باغداران سنتی. ما داریم این بار قطع میکنیم، گلابی دیگه از همون نوع از همون خانواده میایم پیوند میزنیم، 3 سال دیگه باردهی این درخت به تاخیر میفته. اما آقای سلیمی با تحقیقاتی که انجام داده تصمیم گرفته باقی بر پایه دانش ایجاد کنه. پایه رویشیه، با اون پایه دیگه فرقش اینه که اینا هر ساله بار میده، نسبت به بیماری ها خیلی مقاومه، میوه هاش از لحاظ اندازه متوسط بازار پسنده، سودیش خیلی از اون باغای سنتی بیشتر. نهال های بذری از رویش نهال بر روی بذر گیاه و نهال های رویشی از روش های کشت بافت، خوابانیده و یا قلم زدن تولید میشن. پایه های بذری رشد رویشی خیلی زیادی دارن و داخل باغ وقتی میریم یک نواختی خوبی نداره، سمپاشی مدیریت باغ خیلی سخت است. اما چون پایه‌مون همش از نظر ژنتیکی یکسان هستن، باغی که احداث میکنیم کاملا یک نواخت و یک دست هستش، درختامون زیاد رشد نمیکنن، ارتفاعشون با توجه به نوع پایه‌مون حدود 1.5 تا 2 متر میشه و مدیریت باغ خیلی راحت تر هست. در حالی که درختان باغ سنتی در سال سوم تازه شروع به باردهی میکنن، درختان باغ مدرن 3 سالی از باردهیشون گذشته و در سال سوم هر درخت حداقل 15 کیلو بار میدن. این اولی که دارید میبینید ارتفاعش هم خیلی زیاد هست، پایه بذری هست که میبینید رشد خیلی زیادی کرده، جوانهایی که دارید ملاحظه میکنید جوانهای خیلی نازک و نکتیز هست که اینا جوانهای برگه و بایستی تا 4 سال بعد 5 سال بعد دوباره به اینا به مرحله باردهی برسه. اما در مقایسه با این حالی که به صورت پایه بذری هست، این گلابی که به صورت پایه‌ای رویشی هست، اگه جوانه‌هاشون رو بررسی بکنیم نهال 1 سالش هست. جوانه‌های گل رو الان اینجا دارید ملاحظه می‌کنید که به صورت متورم و تخم مرغ شکل هست، اینا میتونه تا 2 ماه دیگه باز بشه و به میوه تبدیل بشه. 32 هزار هکتار باغ‌های گلستان هر سال 230 هزار تن میوه میدن. در نظر داریم که حدود 10% باغاتمون رو در سطح استان به سمت توسعه باغات مدرن پیش ببریم. تسهیلات مورد نظر رو در حدود 40 میلیارد ریال در اختیار متقاضیان عزیزمون قرار بدیم. حالا برای تهیه نهال‌های رویشی پیشنهاد ما اینه که به تبلیغات اینترنتی اکتفا نکنید. میتونم مراجعه کنم به مراکز جهاد. اونجا ما کلن لیست نهالسان‌هایی که در سطح استان و در سطح کشور از طریق وزارتخانه اعلام شده و اینها مجاز هستند، نهالسان‌هایی هستند که اینها توسط کمیته فنی نهال استان تحت نظارت، این حکم گارانتی نهال داره، یعنی هر کس که این نهال میگیره دی خیال جمعه، درست همون خصوصیاتی رو داره که دقیقاً روی نهال قید شده. مزیت دیگه اینه که در باغ‌های سنتی 400 نهال ولی در باغ‌های مدرن بیش از 1000 نهال رویشی رو در هر هکتار میتونین بکارید. دانش به کمک کشاورزان اومده و با ایجاد باغداری های تک یا باغداری مدرن میتونه درآمد 4 تا 5 برابری رو برای کشاورزان به ارمغان بیاره.